چک این یقل قرار دادیم اینجا، سنجاق میزنیم این حالت. به این شکل سنجاق میزنید و شروع میکنیم به دوخت یقیق دلبره. از این قسمت بعد از یک سانت شروع میکنیم به دوخت. یک سانت جای دوخت سرشانه بود، اونو کنار میزنیم به این حالت. با یک پای دوخت رو شروع یقه خشت تو قسمت زاویه ها سوزن فرو تو کار پای بالا میچرخه و خیلی تمیز سعی میکنیم این نیم دایره هایی که در پایین یقه هست اجرا کنیم. دوربین بیفته به این دوست من قسمت قشنگ خیلی آروم، عجله هم نکنید، خیلی راحت سوزن فرو تو کار قسمت هفتش پای بالا میچرخه و مجددا به این شکل سوزن فرو پای بالا تو این زاویه هم به همین شکل میچرخه دوباره این دایره بالا و تا سر اون یک سانتی که ما تو الگو قبلا آموزش دادیم که باید نیومده کنیم انجام میتونه این گوشه ها چرت بخوره، میتونه دم نه، چون اینقدر کم هست که خودش خود به خود میتونه. خب این قسمت سنجاقا رو بر میداریم خیلی راحت. ببینیم این گوشه، سه تا گوشه داریم، یه زاویه این قسمتی، یه زاویه قسمت یقه هفته و یه زاویه هم قسمت یقه این سمت راست یقه هست. این قسمت ها رو همه رو بر میگردونیم به رو به این شکل. انگشت همونو میدازیم پشت درس ها که این دالبرا قشنگ در بیاد. خب متاسفانه اینجا نخ منم ندوخته، این مقدار مجدد این قسمت رو میدوزم کمش میکنیم. سعی کنیم نخیم رو جون قسمت که چرت زدیم نرو باید که تمیز کنیم. انگشتامونو میندازیم قسمت های دالبر به این شکل، به این شکل بازشون میکنیم و این قسمت تمام باز میشن. اگه تکونی به کار میدیم و به این سره خیلی مهمه که این یقه ها دالبرمون داخل تاهاش خوب باز بشن، چون یه حالت گرد هست نمیتونیم از بارونه. اگر راحت صاف بود میشد درزا رو باز کنیم و اتو بزنیم، ولی در اینجا نمیتونم گرده که درزا، پس در نتیجه با ناخن و سوزن این کار رو انجام میدیم که این دالبراتون خیلی زیبا و شکیل به نظر برسه. قسمت هم همینطور شکل دوختامون هم که میاریم بیرون که شما این دوختایی هستش که مربوط به سرشونه بود من چرت زدم. ببینید این یقه دلبرمون هست، اینا
پشت هست که شما همون پشتای قبل رو میتونید قرار بدین، برش بزنید به همون شکل. عشان اینطوری میذارین، پشت رو میذاریم اینجا، سه جا پو میذاریم روش و یه تیکه با هم چرخ میدیم مثل درسای قبل. این هم یقه دلبری شما. متشکرم. خب ببینید، این کلیه یقه های ساده بود که شما تا حالا آموزش دیدین. این یقه خشت ما هست. ببینید که گفتم توجه کنید تو قسمت گوشه های زاویه که سوزن فروتکار پایه بالا کار تمیزی براتون در اومده. بعد ریشه این یقه دلبری یقه خشته. ما با حتما یقه خشت رو بکشیم تا بتونیم یقه دلبری رو پیاده کنیم. این هم یقه دلبری شما که دارای دوتا دالبر سمت راست و سمت چپ و پایین هم دوتا دالبر دارید که میتونید اینها رو بزرگتر انجام بدید. یه مسئله مهمی که توی یقه خشت خدمتتون گفتم، شما ببینید عرض قسمت بالا بیشتره و عرض یقه پایین کمتره. همون عرض یقه 7 سانتتون رو دلای بسته بود، گفتم منهای یک کنین. بعضی خانم‌ها این یقه های خشتو که میپوشن اینجا داره یه لوله براشون، میگن چرا اینطوری میشه خراب میشه، بلکه این نکته رو دقت نمی‌کنن. همجور مستقیم یقه 7 و 7 سانتیمتر رو میگم از میخوام 7 سانتیمترش رو مستقیم میان پایین بدونی که اینجا رو کم کنن. نه، این باید یه حالت کمتری رو به خودش بگیره. و یقه دلبرم همین مسئله که تو یقه خشت رعایت کردید انجام میدیم تو زیر بناش. و بعد یقه الان دقت کنید، این قسمت کمتر و این قسمت بیشتره، در نتیجه این یقه ها روی سینه شما میخوابه و حالت شل بودن یا لول بودن رو نداره. این هم یقه 7 یا یقه گلابیه که خدمتتون گفتم اگه یقه 7 بخواست بشه دقیقا این میشد 7، ولی یه مقداری تو رفتیم و یقه گلابی به دلیل اینکه راحت میره داخل سر، نیاز به این که پشت اونا سجاف بدین یا باز کنین نداره. همینطور این یقه و این یقه خش و دلبر. این یقه یقه گرد باز بود که ما به شما آموزش دادیم. خب احتمال داشت که به سختی بره یا یقه بسته تر باشه. آموزش دادیم که پشتش یه سجافی کار میکنیم، به این شکل شکافی میدیم به این حالت که این شکاف ها میتونه اگر پایین دامناتون هم شما بخواید به همچین کاری انجام بدین بدون اینکه هیچ درزی اینجا باشه، شما هیچ درزی این قسمت ندارین ولی میخواین یه شکاف اینطوری هم پایین لباساتون ایجاد کنین، هیچ اشکال نداره. شما تمام رو سجاف میکنین و این کار رو اجرا میکنین و همچنین این شکاف در دامنهای سفره قندی مورد استفاده است. یعنی شما دامن سفره قندی رو هم که آموزش انشاءالله در سیدی های بعدی خواهید دید، اینو میتونید در اونجا اجرا کنید که بتونید زیپ بزنید و استفاده کنید. این هم از کلیه یقه های ساده که ما تا این ساعت برای شما آموزش دادیم. متشکرم. آموزش این جلسه ما دامن ساده شماره 1 هست. دامن ساده شماره 1 رو من روی کاغذ و روی الگو برای شما آموزش دادم. الان مستقیم میخوام رو پارچه این کار رو براتون انجام بدم. قبل از این کار انجام بدم، ببینید من این دامن رو قبلا اگرتون باشه دامن کلوش یه درزه رو شما آموزش دادم. حالا این پارچه های اضافه شده، میخوام یه دامن ساده برای یه خانم که سایز درشتی دارن و دور کمره 92 سانتی دارن اندازه بزنید. ببینید اولین کاری که میکنید گونیا کردنه. قبلا هم بهتون گفتم که حتما پارچه‌تون رو گونیا کنید که پارچه صافی داشته باشید. یعنی مقدارهای اضافه است. گونیا کردن رو اینجا عملا به شما مجددا انجام میدیم. ببینید یه خط صاف میکشیم به این شکل برای که مطمئن باشیم اون سمت هم همینطوره. باید این خطی که صاف کشتیم و این قسمت هم با اینجا مماس باشه. ببینید این الان این صحیح این خط صابون الان قیچی میشه و این قسمت از پارچه من و اون قسمت در سطح صاف قرار داره.
یه اضافه های یه پارچه هست پای دامن شما میگه که روش آموزش بدیم. قسمت پایین هم دقت میکنیم آیا پایین دامنمون هم کنیا هست؟ بله هیچ مشکل نداره. این قسمت چطور؟ این قسمت هم کنیا رو قرار میگیم. ببینید هیچ چیز اضافه نه این سمت نه این سمت نداره که من بخوام بچینم. پس خود پارچمو دلای بازمو به اون سمت. ببینید این دلای بازه. یه توضیح بدم بس وقتا